توی بابا جان سلام، کفشو چه صدای ترسناکی میدن، اصلا نشناختمت. خوش اومدی، صفا بردی عزیزم. بیا بابا جان بیا بشین کنارم که میخوام برات یکی از مهمترین خاطرات زندگیم رو تعریف کنم. خاطره ای که بعدن به افسانه های ماینکرافت معروف شد، چون هیچ کس اون رو باور نمیکرد و همه فکر میکردن افسانه ای بیش نیست. داستان برمیگرده به صدها سال پیش، زمانی که جوون بودم. البته هنوزم جوونم بابا جان، اما خب اون موقع فقط 147 سال سن داشتم و خام و کم تجربه بودم. اون موقع من خیلی دعوایی بودم و جنگجو بابا جان. هیچ مابی از زیر دستم سالم در نمیرفت بابا جان. لاتی بودم واسه خودم و در این حال لوتی و بامرام. هر کسی که کمک لازم داشت کمکش میکردم و همه به هم لقب قهرمان رو داده بودم بابا جان. اما من هیچ وقت خودم رو قهرمان نمیدونستم بابا جان، تا اینکه اون اتفاق افتاد و همه چیز عوض شد. یه روز که داشتم تو معدن زیر خونه پدریم در و دیوار رو میکندم، یهو پشت سرم یه پورتال باز شد و از توش چند تا صدای عجیب و صمیمی با هم صحبت کردن. یکیشون گفت سلام دوست، اون یکی با صدای بچگونه گفت نمیخواستیم بترسونیمت. اونا به هم گفتن به دنیاشون حمله شده و چون من آدم شدیداً شجاع و خلاق و خوشتیپی هستم، اومدن سراغم که کمکشون کنم بابا جان. اونا دنیاشون داشت بلعیده میشد و فقط و فقط من بودم که میتونستم جلوی این خطر جدی رو بگیرم. زمان کم بود و التماسم کردن که بهشون کمک کنم. منم که از بچگی شجاع دل بودم بابا جان، مثل شیر رفتم تو پورتال تا یک بار دیگه یک دنیای دیگه رو نجات بدم. یهو کنار یه چاه که بوی شیرینی میداد ظاهر شدم و سه تا موجود زشت جلوم بودن. اونا همونایی بودن که صداشون رو شنیده بودم. شروع کردم به تعریف کردن ماجرا. ظاهرن دنیای خیلی صلح‌آمیزی داشتن و توش ویلجر و زامبی و عنکبوت و خر و گربه و تمام حیوانات و موجودات در کنار هم کاملا دوستانه زندگی می کردن و عشق و حالشون همه جوره فراهم بوده بابا جان، تا اینکه یک روز یک پورتال باز میشه. و پیگلین های از خدا بی خبر گله گله از دنیای ندر میریزن رو دنیاشون و قصد دارن اونا رو قتل عام کنن و دنیاشون رو دولاپی بخورن بابا جان. ظاهرن پیگلین ها ارتش قدری رو دست پا کرده بودن و کاملا با استراتژی اومده بودن جلو. Action, knowledge, come with me. We must witness this together. Forsythe? You're afraid. We all are. No. I am just sad that it has come to this. Shall we begin?
حالا این سه نفر که اسم یکیشون دانشه، یکیشون کردار و یکیشون هم دوراندیش، چون من آدم پرزور و قوی هیکلی بودم و جیگر داشتم، ازم خواستن تا بیام به دنیاشون و اونا رو از شر پیگلین های بی تربیت خلاص کنم. بابا جان باریکلا. اونا یه ستار دادن دستم و گفتن با این سایز میتونی علیه ها رو بفرستی برات منابع جمع کنن و بعد با اون منابع میتونی چیز میز بسازی واسه خودت. یه مکعب هم دادن دستم که شعله های خلقت رو کرده بودن توش و با استفاده از اون میتونستم یه سری گالم ها رو بسیج کنم که در کنارم با پیگلین ها بجنگن. ظاهرن این گالم های اشکل قبلا توی ساخت این دنیا کمک کرده بودن بابا جان و حالا قراره توی دفاع از این دنیا هم کمک کنن. یه پرچم آبی استقلالی هم دادن به هم و گفتن این پرچم شجاعته و با برافراشتن اون این دنیا هم قیام میکنه و همراهت میشه. اونا نمیدونستن من پرسپولیسیم بابا جان. شوخی میکنم بابا جان، فقط تیم ملی. خلاصه بابا جان اونا کلی از پیگلین ها غیبت کردن و گفتن اگه جلوشون رو نگیریم کل دنیا رو قراره ببلعن. اونا موجودات این دنیا رو برای چنین وضعیتی آماده نکرده بودن، اما از اونجایی که من آماده به دنیا اومدم بابا جان، اونا اعتقاد داشتن که من میتونم به دنیاشون کمک کنم و دنیاشون رو نجات بدم. من تنها امید اونا بودم بابا جان. قبل از اینکه راجع به دستمزدم باهاشون صحبت کنم، یهو یه پورتال باز کردن و یه اسب باجی گوش ازش اومد تو و با یه چشم هم زدن شد اسب من. خیلی اسب نازی بود بابا جان، به خاطر همین بیخیال دستمزد شدم. قدم بعدی این بود که بهم یاد بدن چطور از ابزار این دنیا استفاده کنم بابا جان، که خب من خودم همه اینا رو از بر بودم و نیازی به این سوسول بازی ها هم نبود. بعدش منو بردم به دنیاشون. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی بابا جان، عجب دنیایی بود. یه چاه جادویی بالای یک هرم بود و کلی موجود جور و جور خوشگل مشکل کنارش واسه خودشون میچریدن. فضای قشنگی بود بابا جان. موشت و اشکل هم گفتن متاسفانه فرصت اینو ندارن که دنیاشون رو درست حسابی به من معرفی کنن، چون پیگلین های خاک برسر به یه دهکده و نزدیکی ها حمله کرده بودن و من باید میرفتم کمکشون. اون کوچولوئه که صداش مثل سیاه‌پوستا بود به هم یه نقشه و قطب نما داد که مسیر رو گم نکنم. نمیدونست که من خودم GPS دارم بابا جان. به هم یه سری منابع هم دادن. خلاصه راهی شدم سمت دهکده. به هم 10 تا الی داده بودم بابا جان، 5 تا آبی و 5 تا زرد. الی ها حکم کارگر اون دنیا رو داشتن، آبیاشون منابع جمع می کردن و زرداشون هم واسم چیز میز می ساختن. فعلا فقط میتونستم سنگ و چوب جمع کنم و یه سری ساختمون پیش با افتاده بسازم. توی مسیر تا جایی که تونستم سنگ و چوب جمع کردم تا برای روبرو شدن با پیگلین های خوک صفت کاملا آماده باشم بابا جان. کلی بایوم های مختلف توی مسیر بود. اون دنیا واقعا آرامش بخش صلح‌آمیز بود بابا جان. دوراندیش هی قول میزن و گفت عجله کن عجله کن، پیگلین ها دارن ساکنین دهکده رو بچه دار میکنن. اما من محله میدادم و خیلی خونسردانه از مسیر لذت میبردم، چون واقعا خوشگل بود بابا جان، خیلی خوشگل بود. همه جا کلی کوههای بلند داشت که چند باری ازشون افتادم پایین بابا جان. بعد از چند روز به دهکده رسیدم، اما یه خورده دیر شده بود بابا جان و پیگلین ها داشتن ویلجرا و حیوونا رو قتل عام میکردن. تقصیر خودشون بود. ویلجرای خنگ جای این که مثل آدم بودن و فرار کنن دست به سینه لیلی میرفتن بابا جان. خیلی بیشور بودن بابا جان. همونجا سری واسه خودم یه ارتشی به پا کردم و رفتم به جنگ پیبلین ها. یادش بخیر. Quick,
Quickly, quickly! You have to get rid of all the piglins. Lapis dropped by the piglins can be used to fuel your spawners. Collect the lapis to keep your fires burning. Don't forget, build spawners to summon allies. قتل عامشون کردم و کلی خوش گذشت بابا جان. جای شما هم خالی بود. بسیار بسیار. بعد از اینکه ویلیجرها رو آزاد کردم و پیگرین‌های بی‌شرف رو شکست دادم، همه دورم جمع شدن و کلی تشویقم کردن. اما یهو لبخند همه ناپدید شد. آخه فواری دهکده تو جنگ خراب شده بود بابا جان. دوراندیش بهم گفت برای تعمیر فواره باید کلبه نجاری بسازم. کلبه نجاری تمام ساختمان‌های تعمیر لازم اطرافش رو تعمیر می‌کرد. خیلی سریع الیها رو بسیج کردم و دو تا کلبه نجاری ساختم براشون. خیلی زود آب دوباره توی فواره جاری شد و این بار دیگه خوشحالی ویلجرها موقتی نبود بابا جان. تا اومدم یه نفس راحتی بکشم، یهو این دختره ورپریده دوراندیش گفت عجله کن، پیگلین ها به یک دهکده دیگه همین نزدیکی ها حمله کردن، سری برو نجاتشون بده. اما من که نمیتونستم این دهکده رو همینطوری رها کنم بابا جان. اگه من میرفتم و دوباره بهشون حمله میکردن چی؟ با خودم گفتم من به یه دلیل اومدم اینجا، لابد من یه چیزی میدونم که اون سه نفر نمیدونن، وگرنه چرا من شدم قهرمان و اونا شدن سه تا اشکل؟ چرا من اینقدر خوشتیپم و اونا اینقدر زشت؟ پس تصمیم گرفتم قبل از اینکه به حرف دوراندیش عمل کنم از امنیت این دهکده مطمئن شم بابا جان. دور تا دورش رو دیوار کشیدم، دو تا دروازه هم براش گذاشتم و محض محکم کاری کلی بوجک دفاعی هم براشون ساختم بابا جان، تا دیگه هیچ پیگلین از خدا بی خبری جرأت نکنه به اینجا نزدیک بشه. من برای امنیت این دنیا کلی برنامه داشتم و برای تک تک برنامه هام کلی چالش غیر ممکن پیش رو داشتم بابا جان. این تازه شروع ماجرا بود. کم کم میفهمی که چرا خیلی ها فکر میکنن این ماجراها افسانه ان و واقعی نیستن. من دیگه خسته شدم بابا جان عزیزم. اگه دوست داشتی دفعه بعدی طولانی تر برات خاطره تعریف میکنم. فعلا خدا حافظت عزیزم. لایک و کامنت هم یادت نره بابا جان. قربون شما برم، خدا حافظت.